بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم، سمستر سوم. جلسه گذشته عنوان شروع کرده بودیم در رابطه با التوجه الى الکعبة فی الصلاة، روی آوردن به سوی کعبه در نماز. گفتیم که شخص مسلمان مجبور و مکلف است هنگام نماز خواندن به کعبه رو بیاورد، روی به سوی کعبه. البته اگر در جایی مشکل داشت، عذر داشت و در دشت صحرایی گیر مانده بود و متوجه نبود، هر طرفی که نماز خواند فعین ما تولو فثم وجه الله. آیات کریمه ترجمه شد، توضیح داده، همچنین واژه های مشکلی که وجود داشت. در این جلسه داریم وجه المناسبه بین الآیات. البته سبب نزول هم هست که متاسفانه سبب نزول از کتاب شما مانده، صفحه 59 کتاب شما. سبب نزول آن است مسلمان ها بعد از اینکه به مدینه منوره آمدند، 16-17 ماه به سوی بیت المقدس نماز خواند. یهود اعتراض میکردند که در دین با ما مخالفت میکنید و از قبله ما تبعیت میکنید. همان بود که آیت نازل شد، از این به بعد به سوی بیت المقدس نماز نخوانید و به سوی کعبه. همچنین رسول گرامی اسلام آرزوی قلبیشان ای بود که قبله ابراهیمی باشد، به سوی کعبه باشد. و احیانا دست به آسمان بالا می بردند و به آسمان نگاه می کردند که رب العزت قبله را تغییر بدهد. همان بود که آیه نازل میشه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد. همچنین یهود بعد از اینکه قبله تغییر کرد، گفتن آها، این نمازهایی که تا حالا خوانده بودید چه کار میشه؟ معلوم است که این نمازها شما باطل بود. رب العزت پاسخ داد که و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله ایمان شما، نماز شما را ضایع نمی کند. وجه مناسبت بین آیات هم تقریبا مثل همین سبب نزول هست. رسول گرامی اسلام در مکه به سوی بیت المقدس نماز می کند، چنانکه پیامبران بنی اسرائیل کار می کند، و در مدینه منوره هم در ابتدا به سوی بیت المقدس نماز می کند. اما آرزوی قلبیشان آن بود که قبله تغییر کند، به سوی کعبه باشد. همان بود که این آیات نازل شد. برای تفصیل نگاه کنید تفسیر مقاتل ابن سلیمان. البته مقاتل ابن سلیمان دیگه خیلی متقدم است، در قرن 2 هجری بود. و همچنین نگاه کنید عبدالمنصور فی التفسیر بالمعصور از جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، متوفای 911. بیاییم به احکام شرعی. الحکم الاول، ما المراد بالمسجد الحرام فی القرآن الكریم. مراد از واژه و کلمه مسجد الحرام در قرآن چی است؟ متوجه باشید که همین کلمه و واژه مسجد الحرام در قرآن 3-4 کاربرد دارد، در قرآن و در سنت. از جمله مراد از مسجد الحرام می تواند کعبه باشد، یک. همه مسجد باشد، دو. مکه مکرمه باشد، سه. تمام حرم باشد، چهار. خود کعبه، بیت الله، خورد است، طوری که حتی دروازهش هم باز نمی کنند که کسی برود داخلش نماز کند. خیلی خورد است. باز یک صحن کلانتر داریم به نام مسجد الحرام، کمی کلانتر. و باز یک منطقه داریم، فعلا 3 و 4 با هم خلط شده دیگه،
منطقه داریم به نام حرم، حرم مکی، و یک جای کلانتر داریم به نام شهر مکه، کل مکه مکرمه. برای هر کدام از این سه چهار مورد دلایل از قرآن و سنت داریم. اول صفحه 60 که دوش کن. مراد از مسجد الحرام در قرآن کعبه هست احیانا، چنان که رب العزت فرموده فول وجهک شطر المسجد الحرام، چهره خود را به سوی مسجد الحرام بگردان، یعنی به جهت کعبه، نه به همه مسجد الحرام. دو، مراد از مسجد الحرام همه مسجد می باشد، تنها کعبه نیست. چنانکه پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودن صلاتون فی مسجدی هذا خیر من الف صلات فی ما سوا الا المسجد، یک نماز در مسجد من، در این مسجد من، در مسجد نبوی بهتر از هزار نماز در مسجدهای دیگر است مگر مسجد الحرام، که یک نماز در آن به در روایت آمده که میتواند به یک لک نماز باشد، به صد هزار نماز باشد. سه مسجد در اسلام از اهمیت ویژه و خاص برخوردار است: مسجد الحرام در مکه، مسجد نبوی در مدینه، و مسجد الاقصی در بیت المقدس در فلسطین امروزی که فعلا در اشغال یهود. و از نگاه شرعی ما اجازه نداریم سفر شرعی و دینی داشته باشیم مگر به سوی این سه مسجد. البته سفر برای سیاحت و برای تجارت و برای جهانگردی اینها فرق میکنه، و هر جایی میتوانیم اجازه داریم به کشورهای یورپی برویم، به افریقیا برویم، به امریکا برویم، به هر جایی برویم. اما سفری که پاداش دارد و ثواب دارد و از نگاه شرعی جایز است به خاطر امور شرعی و دینی و عبادت من داشته میشود و نماز در آنجا پاداش بیشتری دارد، همین سه مسجد. بر علاوه از آن سفر کردن به خاطر قبر گنبد زریح، به خاطر قبر شاهزاده امام شیخ اصلا ابدا جایز است، و حتی در جایی که قبر باشد در آنجا نماز خواندن درست نیست. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، رحل سفر بسته نمی شود مگر به سوی سه مسجد. کدام مسجد؟ سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد حرام در مکه، و مسجدی هادا، و این مسجد من در مدینه، و المسجد الاقصا، و مسجد الاقصا در بیت المقدس فلسطین امروزی. حدیث صحیح است در سنن ابی داود. علامه البانی هم گفته این حدیث صحیح نیست. پس مراد از مسجد، مسجد الحرام احیانا میتواند که کل مسجد باشد. گفتیم احیانا تنها کعبه هست و بعضی جاها کل مسجد هم مراد است. سوم، مراد از مسجد الحرام شهر مکه مکرمه هم مراد است، چنان که در این فرموده رب العزت آمده: سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک از ذاتی که شب هنگام بنده خود محمد را از مسجد الحرام به مسجد الاقصى برد. پیامبرتون نبوده که خانهش داخل مسجد الحرام باشه، خانهشان نزدیک مسجد الحرام در یک گوشه از شهر مکه بود. البته شهرها آن وقت اینقدر توسعه نداشته بود، فعلا همان جایی که خانه رسول گرامی بوده همان جا مکتبت و مکه المکرمه هست، کتاب خانه هست، کمی جای بالایی هم هست، می روید در آنجا کتاب های گذاشته است. البته خدمات چندان ارائه نمی کند این کتاب خانه و دولت سعودی و پاسخ. مراد از مسجد الحرام مکه مکرمه، پاک از ذاتی که شب هنگام بنده خود محمد را از مسجد الحرام، یعنی از شهر مکه، به مسجد الاقصی در بیت المقدس برد. و مراد از مسجد الحرام کل حرم هم میتواند باشد، مکه و اطراف آن. البته گفتیم که سوم و چهارم فعلا عکس شده است. در زمانی که قدیم فقها نوشته میکردند حدود حرم از شهر مکه کلانتر بوده، اما فعلا شهر مکه از حدود حرم کلانتر است. خیلی جاها داخل شهر میبینیم علامت زده است، فلش داده حدود الحرم، حدود الحرم، یعنی یک تغییر دموگرافیکی اینجا اومده.
چنانکه رب العزت فرموده است انما المشركون نجسون، قطعا مشرکین نجس و پلید هستند، کسانی که شرک میکنند. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از امسال دیگه اجازه نزدیک شدن به مسجد الحرام یعنی به تمام حرم را ندارد. مرادی است که از این به بعد وارد حرم نشوند، اجازت برایشان نیست. بیمعنا نیست که نیایند و کعبه را لمس نکنند، بلکه به حدود حرم داخل شدن میتونند. میبینیم که فلش زده از هر جا الطریق لغیر المسلمین، را برای غیر مسلمان، خصوصا کسانی که از جده میآیند و یا از مدینه میخواهند بروند، یک فلش زده است غیر مسلمان به این منطقه حرم داخل شده میتونند. اگر میخواهند بروند به مطار میروند، ایرپورت میروند، هر جایی که میروند، به کشورهای خود میروند، راه مخصوص برای آنها درست شده که از آن را میتوانند بروند. دیگه من فکر میکنم این بیشتر بر روی کتاب ها است. فعلا غربی ها هر جایی که خواسته باشند میتوانند برند و کسی هم جلوی اینها را گرفته نمیتوند. و حکامی که در کشورهای اسلامی هستند بدون استثناء، بدادن اکسپشن، هیچ استثنایی وجود ندارد. به طور عموم بردگان و عملای غربی ها هستند. یک عده عملا و بردگان آمریکا و ناتو و یک عده هم عملا و بردگان روس ها و بقایای های تزار روسی می باشند. مال اسف شدید. حالا در اینجا مراد چی است؟ فول وجهک شطر المسجد الحرام، روی خود را طرف مسجد الحرام بگردان، به طرف کعبه یا به طرف مسجد یا به طرف شهر مکه یا به طرف حرم. و المراد بالمسجد الحرام هنا هو المعنى الاول الكعبه، فول وجهک شطر المسجد الحرام، چهره خود را به طرف کعبه بگردان در نماز. این بود حکم اول از دست ما. بیاین به حکم ثانی. هل یجب استقبال عین الکعبه ام یکفی استقبال جهتها؟ آیا واجب و لازم است که در نماز به عین کعبه، به ذات کعبه، به خود کعبه رو بیاوری؟ همین خانه ای که غلاف سیاه دارد با پارچه سیاه پوشانیده شده است، آیا روی خود را به طرف آن میآوریم، به طرف عین کعبه میکنیم، و یا به همان جهت باشد کافی است؟ در اینجا دو مذهب بین فقها وجود دارد. البته قبل از آن یک مقدمه نگاه کنید. استقبال قبله از فرضهای نماز است. شما در شروط و صلات هم خوانده بودید، در خلاصه کیدانی هم خوانده بودید. تو طریق نماز کیدانی تا ندانی خلاصه کیدانی. استقبال القبله فرض من فروض صلات، لا تصح صلات بدونه، نماز بدون آن روا نیست. الا ما جاء فی صلات الخوف والفزع، مگر در رابطه با نماز خوف که آمده است، دشمن در روبروی ما قرار دارد، ارتش دشمن دیگه نمیتوانیم، راه دیگری نداریم، اگر رو به طرف قبله بیاوریم احتمالا از پشت بر ما شبه خون بزنیم. نماز خود را میخوانیم هر طرفی که دشمن کنیم. و در نماز نافله بر دابه یا در کشتی، نماز نافله میخوانیم، فرض نیست، نفلی است، بر اسب خود سوار هستیم یا در داخل کشتی هستیم یا داخل موتر و تیاره و داخل قطار میرویم، هر طرف که قطار میرفت و تیاره میرفت به همان طرف نفل های خود را میخوانیم. البته فعلا در تیاره ها دیگه فرض رو هم مجبوریم همینطور کنیم، خیلی از تیاره ها جای برای نماز خواندن ندارد. تیاره های سعودی اگه متوجه شده باشین فلش میزنه اتجاه القبله، طرف قبله را نشان میده. بقیه تیاره ها دیگه به قصه قبله و قصه موارد نیست. و یا کسی که گم شده باشد در صحرای، در دشتی، هر طرفی که نماز خوان یعنی قبله را نمیدونه، هر طرفی که خوان نمازش صحیح است، در غیر آن صورت حتما باید به طرف قبله رو بیاورد، اگر نیاورد نمازش صحیح نمیباشد. امام احمد و امام مسلم روایت آوردند که ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلی علی راحلته حیث ما توجهت به، رسول گرامی بر راحله خود، بر همون سواری که داشتن، حالا شطور بوده، اسب بوده، خر بوده، هر چی که بوده، بر آن نماز می‌خواندن هر طرفی که میرفت. و فیه نزلت فاین ما تولوا
قسم بوجه الله، هر طرفی که رو آوردید همان طرف روی الله است. و ها دلا خلاف فی، در اینجا دیگه اختلافی نیست. حالا در کجا اختلاف است؟ انما الخلاف و هل الواجب و استقبال عین الكعبه هم استقبال الجهه. حالا ما در نماز نفلی هم نیستیم، در کشتی هم نیستیم، در حالت خوف و فزع هم قرار نداریم، در مسجد قریه خود نماز میخوانیم در شهر ایراد. آیا استقبال عین کعبه که دقیقا تیر را به نشان بزنیم و یک سانت هم تغییر پیدا نکند کافی است، لازم است، و یا هم اینکه به همان طرف، همان طرف قبله، همان طرف کعبه روی خود را کردیم همین اندازه برای ما بسنده می باشد؟ یک مورد متوجه باشید که اگر از اینجا یک سانت قبله ما کج باشد تا به سعودی، سعودی از هرات، مکه مکرمه از هرات چیز حدود 2 تا 3 هزار کیلومتر دور است. تا آنجا دیگه 10 ها کیلومتر میشه، به طرف یک شهر دیگری میشود. اگر از اینجا 1 سانت 2 سانت کج باشه تا اونجا خیلی زیاد میشه. اینطور نباشد که به طرف یک کردستان، ترکستان، جای دیگر نماز بخونه. آیا استقبال عین کعبه لازم هست و یا استقبال جهت کعبه کافی می باشد؟ در اینجا 2 مسئله است. امام شافعی و امام احمد می گویند که واجب استقبال عین کعبه است، ذات کعبه. حتما باید تیر را به نشان برابر بکنیم و به طرف کعبه، عین کعبه را مطمح نظر خود قرار بدیم و به همان طرف برابر باشیم. اما احناف و مالکی ها می گویند واجب استقبال جهت کعبه است، به همان طرف که باشد کافی است. ای برای کسی است، برای ما که از مکه دور هستیم. اما کسی در مسجد الحرام نماز میخواند، دیگه باید رویش به طرف کعبه باشد. میبینیم یک عده کعبه مثل یک مربع تصور کنید. یک عده از این طرف نماز میخواند، یک عده از آن طرف روبروی هم است. یک عده از آن طرف از شرق، یک عده از غرب، یک عده از شمال، یک عده از جنوب. چون همه به طرف کعبه رو میآورند. کسی که در مشاهد هست، یعنی کعبه را میبیند، لا یجزیه الا اصابت عین الکعبه، مگر اینکه به طرف کعبه باشد و کعبه جلوی رویش قرار داشته باشد. حالا دلایل شافی ها و حنبلی ها را نگاه کنیم. استدلال شافی ها و حنبلی ها که میگفتند واجب استقبال عین کعبه هست، نه جهت کعبه. دلیل اولشان از کتاب، از قرآن. هر مذهبی باید از قرآن استدلال کند، در غیر آن صورت دیگه ارزش نمیتواند داشته باشد. دلیل از قرآن: فول وجهک شطر المسجد الحرام، چهره خود را به طرف مسجد الحرام بگردان. مراد از شطر جهت محاذی للمصلی و الواقع فی سمته، همون جهتی که رو بروی تو است. شطر همون است، آنچه که رو بروی تو است. پس دانسته شد که شطر المسجد الحرام یعنی عین کعبه، واجب و لازم است که روی خود را به طرف آن بکنی و اگر به عین کعبه نبود نماز صحیح و درست نمی باشد. دلیلشان از قرآن: شطر المسجد الحرام، اینطور ترجمه میکنه، شطر جهت محاذی، جهت برابر، جهتی که روبرویش قرار دارد و عین کعبه هست نه اطراف کعبه. و از سنت در صحیحین، در صحیح بخاری و صحیح مسلم، از اسامه ابن زید، اسامه فرزند زید ابن حارسه است، زید ابن حارسه ابن شراحیل، البته مادر اسامه ام ایمن بوده، مادر اسامه زینب نیست، زینبی که با زید ازدواج کرد و بعدا از یک دیگر طلاق گرفت. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، از اسامه ابن زید روایت کردند که لما دخل النبی البیت، چون رسول گرامی اسلام به کعبه، به بیت الله وارد شدن، دعا فی نواحیه کلا، در هر 4 ناحیه‌اش، در هر 4 گوشه دعا کرد. ولم یصلی حتی خرج منها، نماز نخواندند تا زمانی که از آن بیرون شد. چون بیرون شدند رکع رکعتین فی قبل الکعبه، در جلوی روی کعبه درکت خواندند و قال هذه القبله، و فرمودند این قبله است. از این فرموده رسول گرامی که فرمودند این قبله است، دانسته میشه که باید استقبال عین کعبه شرط باشد. فهذه الكلمه تفيد الحصر، این کلمه افاده حصر میکند. فثبت انه لا قبله الا عین الكعبه، ثابت شد که جز عین کعبه قبله دیگری وجود ندارد.
دلیل از قرآن، دلیل از سنت. حالا از اجماع نمیتونن دلیل بیارن. چرا؟ به خاطر اینکه احناف و مالکی ها اختلاف دارن. میآیند به قیاس، از یک حجت شرعی بیرون میشن، میآیند به قیاس. قیاس چیست؟ مبالغة رسول الله في تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر، والصلاة من أعظم شعائر الدين، وتوقيف صحتها على استقبال عين الكعبة يوجب مزيد الشرف، فوجب أن يكون مشروعا. ببين رسول الكرام الإسلام در تعظيم الكعبة خيل مبالغة مكتب. تعظيم بمعنى إيه بس كما كعبة رو شريك الله قرر بده. تعظيم الكعبة يعني بزرگ داشت كعبة. به طور تواتر از صحابه ثابت است که رسول گرامی کعبه را بزرگ می کند و نماز از بزرگترین شاهر دین هست. این که نماز موقوف بر استقبال عین کعبه باشد دیگه هم شرف کعبه را زیاد می کند. پس باید همینطور باشد. یک بار دو بار دیگه گوش بگیرید، کتابم نگاه کنید، متوجه میشید. و میگویند این که کعبه قبله هست مقطوع هست، قطعی و یقینی، شک و تردید در آن وجود ندارد. اما غیر از کعبه اطراف آن دیگه مشکوک است و رعایت و احتیاط فی الصلاة امر واجب است. در نماز باید احتیاط تمام بشه و وجب توقیف صحت الصلاة على استقبال این کعبه. پس واجب و لازم است که صحیح شدن نماز منوط به استقبال عین کعبه باشد. دلایلشان را دیدیم و شنیدیم. دلایل مالکی ها و احناف را جلسه بعدی میخوانیم، اما همینقدر متوجه باشیم که قول احناف و مالکی ها قوی تر است. دلایلشان را بعدا توضیح میدیم. درس جلسه خود به طور مختصر تکرار میکنیم. توجه الی الکعبه در نماز، آیات کریمه را خواندیم و ترجمه کردیم، توضیح واجبات هم داشتیم، بعدا سبب نزول و به احکام شرعی. مراد از مسجد الحرام در قرآن کریم چی است؟ گفتیم که مراد از مسجد الحرام در قرآن میتونه چهار مورد باشه: کعبه، تمام مسجد، مکه مکرمه، همه حرم. و در اینجا فولی وجهک شطر المسجد الحرام مراد کعبه هست، یعنی روی خود را به طرف کعبه بگرد. آیا استقبال عین کعبه لازم است یا استقبال جهتون؟ اگر کسی روبروی کعبه نماز میخوان باید استقبال عین کعبه لازم است، و اگر کسی دور بود، مثلا ما در هرات نماز میخوانیم، استقبال عین آن مراد هست و یا استقبال جهت آن؟ شافعی ها و حنبلی ها میگویند باز هم استقبال عین کعبه، و احناف و مالکی ها میگویند استقبال جهت کعبه کافی است. البته در روزنامه اوکاز سال 2006 یا 2007 غالبا، من شخصا خواندم، از کسی حواله نمیدونم، حدود 40-50 مسجد در مکه قبلهشان مشکل داشت. در شهر مکه بعد از اینکه دولت سعودی و وزارت حج و اوقاف بررسی دقیق کرده بود، در مسجد ها از زمان عثمانی ها مثلا درست شده بود، دیگه در شهر مکه کوتاه باشد، در اینجا ما چکار کنیم؟ احتیاط خود به کار میگیریم، احتیاط تمام، اما استقبال جهت کعبه کافی است، چنانکه در مذهب حنفی آمده. در دعا چی میگن؟ نیت کردم ادا گردانم، رو آوردم قبله، قبله نگاه کنید، نیت زبانی نیست، نیت قلبی هست. همین قدر کافی است که برای نماز استاد میشه. درس ما همینجا به پایان رسید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.